امروز میزبان نیلوفر پور ابراهیم هستیم. نیلوفر سلام، خسته نباشیم. سلام، مرسی. ما همونطور که تو خبرام داشتیم از دیشب برنامه جشنواره یعنی افتتاحیه شروع شده. یه مقدار راجع به مراسم افتتاحیه برای ما بگو و اینکه امروز که اولین روز جشنواره بوده چه اتفاقاتی افتاده، چه فیلمایی به اکران در اومده. همونطور که گفتین مراسم افتتاحی حالا یه حالت نمادین داره. هنرمندا حضور پیدا میکنن، از یه سری از پیشکسوتهای عرصه سینما تقدیر میشه. دیشب هم از داریوش ارجمند به عنوان یکی از بازیگران پیشکسوت سینمای ایران تقدیر شد، از استاد علی کسمایی که از دوبلورهای با سابقه سینما ایران هستن تقدیر شد، از تعدادی از دست‌اندرکاران تهیه و توزیع فیلم‌های سینمایی، مدیران سالن‌ها هم تقدیر شد و تعدادی از سیمرغ ها هم اهدا شد. البته سیمرغ های بخش آنونس، تیزر و عکس و گرافیک. ولی خب برنامه های جشنواره از امروز صبح آغاز شده، البته برای خبرنگاران و داوران و از فردا اجراهای عمومی شروع میشه. حالا مهمترین اجرایی که بود امروز اجرای فیلم برنگ ارغوان آقای حاتمی کیا بود و بعد از اون فیلم تسبیح حساب خانم تهمینه میلانی و در سه سانس دیگه هم فیلم ها اکران میشن تا بعد از اون و به وسیله اطلاع رسانی که حالا خبرنگاران میکنن از فردا مردم بتونن فیلم ها رو ببینن. نیلوفر، فیلم برنگ ارغوان تا جایی که ما میدونیم فکر کنم جزو فیلم های توقیفی باشه، درسته؟ بله. فیلم راجع به ویژگی این فیلم برامون میگی؟ فیلم برنگ ارغوان آقای حاتمی کیا 5 سال توقیف بوده. در سال 83 ساخته شده بود برای جشنواره 23 که در اون زمان حالا بعد از اینکه ساخته شد خیلی بی سر صدا البته ساخته شد چون موضوعش مربوط به یکی از مامورین امنیتی، بعد از اینکه ساخته شد به دستور وزیر اطلاعات اون زمان توقیف شد. حالا بعد از 5 سال فیلم در وزارت ارشاد کنونی بررسی شده و گفتن که مشکلی نداره و فیلم بدون هیچ مشکلی به اکران در اومده. حالا یه قسمت‌هایی از فیلم رو با مصاحبه‌ای که با یکی دو تا از عوامل فیلم داشتم گرفتم با هم ببینیم. حتما حتما. فردا اصلا روز خوبی نیست. از منظر من فیلم هنوز جذابیت خودشو داره. موارد ممیزی که بهش خورده بود و حالا در این مدت فیلم رو نگه داشت چی بود؟ الان خوشبختانه فیلم هیچگونه ممیزی نه در دیالوگ نه در صحنه هیچگونه ممیزی نداشت. نه، فیلم همونی که بود به نمایش در آمده. تو اگه جای من بودی با شهاب هشت چی کار میکردی؟ عصبش میکرد. یعنی تنها میذاری؟ و اگه به اندازه من دوستش داشتی؟ چرا این دانشجوهای بیزور اینقدر سر و صدا را انداختن؟ باج میکنم از دانشگاه. این یه تله است، باید دستش فرق از ریاست دانشگاه. تو تربیت شدی اونی که میگی نباشی. یکی از بهترین کارهایی که تقریبا میتونم بگم انجام دادن در سینما لااقل برنگ ارغوان بوده و خیلی هیجان زدم. همین الان از سالن اومدم بیرون، برای اولین بار فیلمو دیدم بعد از 5 سال و خیلی تجربه خوبی بود. یعنی همون جوری که واقعا تصور میکنم فیلم که بسیار فیلم خوبی از آب در اومده، از کار در اومده و من خیلی چیز یاد گرفتم سر این کار. آقا من چی داره میدم؟ به شما پول میدن که بیان اینجا تحصیل بکنین، من که تو کار بزرگترا فضولی بکنین. بچه‌ها لطفاً ساکت. چرا ساکت دوست؟ دو تا از بهترین دوستای ما الان تو زندانه. انا لله و انا الیه راجعون. داشتم از سالن میومدم بیرون، هر کس رو دیدم خیلی راضی بودن و ابراز لطف میکردن. من جاد باشم پامو تو این جهنم نمیزنم. اینجا جنگله. دین و ایمون مردم اینجا هنوز مثل شهریا نشده. جواب منو بده. نوار جلسه سخنرانی که باید پخش کنم ها؟ میتونم بهتون اعتماد کنم؟ به دست و پاس میام. نظر کشته برسیم. خب صحنه‌ای جالبی بود از فیلم دیدیم. این فیلم حالا چه ویژگی‌هایی داشت نیلوفر؟ یا اینکه آیا تو با فردی مصاحبه کردی از منتقدین یا صاحب نظر رو که توضیح بدی؟ بله، فیلم ساختار خیلی خوبی داشت، مثل همه فیلم‌های آقای حاتمی. بله. کیا بازی‌های درخشانی داشت. بازی درسته. خیلی خوبی کردن آقای فرخ نژاد و همینطور خانم خزر معصومی یا حتی آقای بابک بیات که شاید نقششون در حد 5 دقیقه بیشتر نبود ولی درسته. بازی خیلی خوبی داشتن. با یکی از منتقدین هم اتفاقا صحبت کردم، نظرات ایشون هم بشنویم. حتما حتما.
طبق روال قبلی ابراهیم آتمیکی مدافع حضور زن، مدافع عشق و علاقه و انسانیت هست و در مجموع لازم محتوا به نظر من فیلم خیلی خوبی بود. به هر حال این تذکری بود که به نسل جوان رو دریابید، نسل جوانی که دنبال موقعیت و آینده خودش هست و کاری به مسائل حاشیه‌ای جامعه خودش نداره و ما اونا رو رها کردیم، اونا رو فراموش کردیم و دنبال برخی مسائل دیگه هستیم. به نظر من از این جهت تذکر خیلی خوبیه و یه سری واقعیت‌هایی باید گفته بشه، یک نوع نقد درونی هست که باید رو مورد تحلیل قرار بدیم که چی بودیم، چه کار کردیم و حالا چه کار میخواییم بکنیم. خب نیلوفر، آیا به این ترتیب حالا ما باید امیدوار باشیم که ممکنه که فیلم‌های دیگه‌ای هم که در سال‌های گذشته به عناوینی توقیف شدن اکران بیان، آیا هستش؟ بله، این سیاستیه که حالا وزیر جدید فرهنگ و ارشاد در پیش گرفته و معتقدن که حالا اگر یک فیلمی به یک دلیلی، حالا حتی یکی از عوامل یا ممیزی‌هایی داشته، کل فیلم که حاصل تلاش عده زیادی از دست‌اندرکاران سینما هست نباید در توقیف بمونه و باید به نمایش در بیاد. ما الان در این جشنواره امروز تصفیه حساب خانم تحمیه میلانی رو که داریم، فیلمی هست که 3 سال توقیف بوده به نمایش در میاد. خانم چخماقی فکر میکنم فردا گزارشش رو براتون آماده میکنه. فیلم هیچ و آتشکار و زمحریر هم جزو فیلم های توقیفی بودن که به نمایش در میاد. تشکر میکنم به خاطر توضیحاتت و به خاطر زحمتی که کشیدی. مرسی، تا دیداری دیگه. خداحافظ.